سفیر چین در سازمان ملل متحد گفته که کشورهای جهان باید برای تعامل با حکومت کنونی افغانستان معافیت سفر خارجی شمار مقام های ارشد امارت اسلامی را تمدید کند این مقام چینی همچنان از امارت اسلامی خواسته تا برای بهبود وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق بانوان در افغانستان تلاش های بیشتر انجام دهد از سوی هم انا سقانی عضو ارشد امارت اسلامی در گفتگو با اسکای نیوز گفته که جهان با مداخله در امور داخلی افغانستان برای برهم زدن امنیت این کشور می می‌کند بشیر احمد شیرزاد گزارش می‌دهد خواست ها برای معافیت ممنوعیت سفر مقام های امارت اسلامی به خارج از افغانستان جانگ جون سفیر چین در سازمان ملل متحد برای تعامل با امارت اسلامی برداشته شدن ممنوعیت سفر شماره از مقام های حکومت کنونی افغانستان را ضروری خوانده است. جانگ جون از امارت اسلامی هم خواسته تا برای بهبود وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق بانوان در افغانستان تلاش بیشتر کند. بدون شک ما از طالبان می خواهیم برای رعایت حقوق بشر و حقوق بانوان تلاش بیشتر کنند. همزمان جامعه جهانی نیز نیازمند است تا با طالبان تعامل کند. از سوی دیگر انس حقانی عضو ارشد امارات اسلامی در گفتگو با اسکای نیوز گفته که امارات اسلامی با جامعه جهانی از صبر و تحمل کار می گیرد. او همچنان جهان را به دخالت در امور داخلی افغانستان متهم می کند. جهان در امور داخلی ما دخالت می کند. برای برهم زدن امنیت افغانستان برنامه ریزی می کند. اما امارت اسلامی در مرحله صبر و تحمل با جامعه جهانی قرار دارد. این در حالی است که زبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی هم روز گذشته گفت که امارت بدون اعمال فشارها می تواند با جهان تعامل خوب داشته باشد در غیر آن تمدید تذیرات به نفع هیچ کشور نخواهد بود سازمان ملل که یک سازمان دنیا و جهان است و بسیار در موضوعات جهان مطرح است و اهمیت داده میشه از او آدرس باید استفاده سو صورت نگیره و علیه امارت اسلامی و بزرگای ما اقدامات نادرست که نتیجه درست تر در 20 سال نداشته صورت نگیره ما طرفدار ازی هستیم که در این مورد تفاهمات داشته باشیم و یک فضای پر اعتماد را ایجاد کنیم تا ایواز ازی که تمدید میکنن خود را همکاری بکنن با مردم افغانستان با نظام با امنیت با ثبات. با این حال در مورد اینکه چه تعداد از مقام های امارت اسلامی شامل معافیت می شوند اختلاف نظر در شورای امنیت سازمان ملل وجود دارد و عضوهای شورای امنیت سازمان ملل پس از پایان یافتن مهلت معافیت موقت سفر مقام های امارت اسلامی در 28 اسد تا هنوز بر سر تمدید آن به توافق نرسیدند